سلام، من محمد براتی هستم. عسل مانوکا به عنوان مرهمی طبیعی برای همه نوع زخمی استفاده میشه. در زمانهایی که دسترسی به آنتیبیوتیک های مرسوم نبوده، مردم زیادی از اون به عنوان ضد عفونی کننده و درمانی مؤثر استفاده میکردن. طرفداران عسل مانوکا همچنین ادعا میکنن که این عسل میتونه سایر ناراحتی ها مثل آکنه تا عفونت سینوس ها رو درمان کنه. عسل مانوکا اونقدرها هم به عنوان داروی سنتی استفاده نشده. عسل مانوکا محصول کشور نیوزلند از گیاهی با همین اسمه. زنبورهای عسل اروپایی اون رو در اوایل قرن 19 به اونجا آوردن. وقتی زنبورها از گرده این گیاه استفاده میکنن، عسل اونها از عسل زنبورهای عسل استاندارد قوی تره. این به این دلیله که غلظت بالایی از MGO داره. درمان زخمها. عسل مانوکا مثل سایر عسلها میتونه زخمها رو بهبود بده. تمام انواع عسل اسیدی هن و pH بین 3.2 تا 4.5 دارن و ثابت شده خواص اسیدی عسل توانبخش بهبودیه. غلظت بالای قند در عسل هم به محافظت از زخمها کمک میکنه. عسل رطوبت کمی داره و از زخم تازه رطوبتش رو میگیره. این به جمع و جور کردن و سرعت بخشیدن به فرایند بسته شدن زخم کمک میکنه. همچنین آب سلولهای باکتری های مهاجم رو هم میکشه. باکتری ها برای رشد و زنده موندن به آب احتیاج دارن، بنابراین این گونه از بین میرن. خواص ضد ویروس. انواع گوناگون عسل در طول قرنها به عنوان آنتیبیوتیک های طبیعی مورد استفاده قرار گرفتند. در سالهای اخیر محققان کشف کردند که قدرت عسل در از بین بردن میکروب ها از پراکسید هیدروژن تولید شده به وسیله آنزیم های بدن زنبور عسله. عسل مانوکا با حمله به میکروب ها با ماده به نام MGO روش مقابله با باکتری ها رو یک قدم پیشتر میبره. این ماده در شهد برخی از گیاهان مانوکا یافت میشه که به هر دوی زخم‌های جزئی و شدید کمک می‌کنه. از این رو اداره غذا و داروی ایالات متحده آمریکا یا FDA به باندهای بهداشتی آغشته به عسل مانوکا چه برای فروش بدون نسخه و چه با تجویز رسمی مجوز داده. هرچه MGO بیشتری در عسل وجود داشته باشه، بیشتر به اون خواص ضد ویروسی و ضد باکتری میده. خواص ضد باکتری. ده‌ها گونه از باکتری‌ها به عسل مانوکا حساسن. محققان به ویژه علاقمند به این موضوع ان که عسل مانوکا عفونت‌هایی رو هدف قرار میده که یک لایه نازک و لغزنده از باکتری‌ها رو تشکیل میدن. تا جایی که سوابق نشون میده، هیچ گزارشی از مقاومت باکتری‌ها در برابر عسل وجود نداشته که ممکنه در برابر ارگانیسم‌های مقاوم و عفونت‌های زخم‌های طولانی مدت که با درمان با آنتیبیوتیک منظم درمان نمیشن موفق باشه. به همین خاطر عسل یکی از گزینه‌های نهایی در برابر عفونتی که به اون مراجعه میشه. اما مراقبت از پوست. عسل مانوکا ممکنه بتونه عفونت و سوزش ناشی از آکنه رو کاهش بده. برای این امر عسل مانوکا رو مستقیما روی پوست بمالید و مطمئن بشید که قسمت تحریک شده رو با لایه نازکی از عسل کاملا پوشوندین. این ماسک رو به مدت 15 دقیقه بذارید بمونه. حتی اگه تا 1 ساعت یا حتی بیشتر بذارید به نتایج بهتری میرسید. همچنین ممکنه بتونید از عسل مانوکا برای تسکین اگزما استفاده کنید. برای این مورد میتونید مخلوطی از عسل، روغن زیتون و موم زنبور عسل رو 3 بار در روز استفاده کنید. خطرات و مضرات عسل مانوکا. برای اکثر مردم مصرف عسل مانوکا مشکلی نداره. معمولا هیچ محدودیتی در میزان عسل مانوکایی که میتونید مصرف کنید وجود نداره. اما اگه دیابت دارید، قبل از اضافه کردن عسل مانوکا به رژیم خودتون با پزشک صحبت کنید. عسل گیاهی مانوکا مثل سایر عسلها دارای قنده، پس ممکنه موجب افزایش سطح قند خون شما بشه. همچنین برخی محققان این موضوع رو که عسل مانوکا باعث
بهبودی زخم‌های عمیق در افراد مبتلا به دیابت رو کاهش میده زیر سوال میبرن. این به این دلیله که وقتی MGO به تنهایی استفاده میشه برای سلول‌های زنده سمیه، در حالی که گزارش‌های متعددی درباره درمان زخم‌های عمیق با عسل مانوکا وجود داره، اما باز هم تحقیقات بیشتری لازمه. اگه به انواع دیگر عسل حساسیت دارین، با دکتر خودتون مشورت کنین. احتمالاً بدون واکنش‌های حساسیتی نمیتونین از عسل مانوکا استفاده کنید. نکات مهم در خرید عسل مانوکا. عسل مانوکا در فروشگاه آهوتا و برخی فروشگاه‌های محصولات ارگانیک با قیمت مناسب قابل دسترسیه. البته این نکته رو باید بدونید که به طور کلی قیمت عسل مانوکا نسبت به عسل‌های موجود در بازار بسیار بالاتره. هنگام خرید بسیار مهمه که بدونید دقیقاً چه چیزی می‌خرین، چون همه عسل‌های مانوکا یکسان نیستن. بعضی از عسل‌ها به عنوان عسل فعال مانوکا نامگذاری میشن که میتونه گمراه کننده باشه. این اصطلاح به اثرات ضد باکتریایی تولید شده توسط پراکسید هیدروژن اشاره داره که این اثرات ضد باکتری در تمام انواع عسل یافت میشه. برای تضمین خواص شفابخش و منحصر به فرد عسل مانوکا، به دنبال نشانه ای از فعالیت ضد میکروبی غیر پراکسید NPA یا یک امتیاز UMF روی ظرف عسل باشید. رتبه UMF مقدار NPA موجود در عسل رو هم نشون میده. هرچه MGO بیشتر بهتر.